سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن بارانی، 8:30 شب تهران، 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، در این شماره از تفسیر خبر با شما عزیزان خواهم بود. همراه با میهمانان برنامه مرور خواهیم کرد، نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که در عرصه آخرین خبرها در ارتباط با وضعیت ایران، حکومت ایران و غرب می‌گذرد، به ویژه در ارتباط با آمریکا. آخرین تحولات و نتیجه گفتگوها در مذاکرات اتمی وین. واشنگتن می‌گوید هیچ تاریخ دیگری برای تمدید مذاکرات وجود ندارد و باید این مذاکرات تا نوامبر، تاریخ تعیین شده پیشین، به نتیجه برسد. در وین آنان که بر مذاکرات اشراف دارند میگویند تاکنون به توافقی در این زمینه دست یافته نشد. و در دیگر عرصه‌های مربوط به همین موضوع، روابط ایران و غرب، آنچه که در منطقه می‌گذرد. با من و شما هستند آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو نروژ. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای حیدری عزیز، با سلام به شما و خوش آمد. منم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون سلام دارم، در خدمت شما هست. آقای حیدری، بیتی ما داریم که میگه دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. این مذاکرات اتمی واقعا به یه همچین شکلی در اومده یا نه سوء تعبیره و مذاکرات همون روندی رو که باید دنبال میکنه؟ خب همون جوری که دارن همگان میبینن، عملا تیم مذاکره کننده داره به وظیفه خودش که همون نرمش قهرمانانه یکی آقای خامنه‌ای گفته داره انجام میده و زمان لازم رو برای جمهوری اسلامی داره فراهم میکنه و جمهوری اسلامی هم به اون حرفا و شعارهایی که خودش داره میده در واقع عمل داره میکنه. عملا ما میبینیم که آقای روحانی در همین مصاحبه‌ای که چند روز پیش انجام داد قول داده بود که ظرف 40 روز آینده میتونن به یه توافق جامع با غرب برسن، ولی از طرفی میبینیم آقای ظریف در بدو ورودش در وین مطرح میکنه که به این سختی و در واقع مشکلاتی که اونها برخوردن امکان نداره که بتونن به توافق جامع در این کوتاه زمان برسن. نکته که مهمه اینه که خب برای غرب مهمه که به یک توافق نهایی برسن، به خاطر اینکه یک پیروزی دیپلماتیک میتونه باشه برای آقای اوباما و تیمش، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستن در آمریکا، و برای جمهوری اسلامی هم در واقع رها شدن از این تحریم هایی که تونسته باعث بشه بسیاری از این زد و بندها و منابع مالیش رو در واقع کوتاه کنه، خیلی اهمیت داره. برای همین هر دو طرف میخواهن از همدیگه امتیاز بیشتری بگیرن. خب قاعدتا هم جمهوری اسلامی باید شفافتر برخورد کنه. خب اینها در طول این چندین سال نخواستن این شفافیت رو نشون بدن. خب غرب هم نمیتونه به نوعی به اینها اعتماد کنه. گفتین هدفهای جمهوری اسلامی این نرمش قهرمانانه فقیه، ولایت فقیه، چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟ این هدفهایی که اشاره کردین چی هست؟ لغو تحریم ها یا
ببینید آقای خامنه ای از همون ابتدای امر این مذاکرات به این مذاکرات خوشبین نبود و عنوان کرده بود که ما نمیتونیم با آمریکا و غرب به توافقی برسیم، اما گفته بود من چوب لای چرخ این جریان نمیذارم و شماها میتونیم بریم مذاکره کنیم. ولی ما میبینیم که در طول مذاکرات عملا با صحبت هایی که آقای خامنه ای میکنه و حرف هایی که میزنه و خط قرمز هایی که تعیین میکنه، تیم مذاکره کننده رو در میانه مذاکرات عملا هیچ کاره میکنه و ما میبینیم که اون نیروهای تندرویی که در داخل سپاه هستن و اونهایی که دنبال این پروژه هسته‌ای بودن و میلیاردها دلار سرمایه های ملت ایران رو برای این پروژه هزینه کردن، خواهان این نیستن که به همین سادگی بیان و درهای ایران رو باز کنن و اجازه بدن بازرسان غرب وارد ایران بشن و بتونن این پروژه به قول اینها صلح‌آمیز رو کنترل کنن. و اینه که ما میبینیم آقای خامنه ای عملا میخواد نشون بده که ما مخالف مذاکره نبوده، ولی خب میگه من خوشبین به مذاکرات نیستم، تا بتونه بر حرف خودش که در واقع غرب رو همیشه دشمن ایران عنوان کرده باشه و این دشمن فرضی رو برای همیشه برای خودش و اون ایدئولوژی که در ایران هست در واقع داشته باشه. خب ببینید، اشاره کردید که جمهوری اسلامی در پی لغو تحریم ها هست، یکی از هدفهای عمدهش. غرب به ویژه آمریکا در پی پایان دادن به این برنامه اتمی به این شکل تهدید کننده است، برای اینکه یک پیروزی دیپلماتیک برای آقای اوباما به حساب بیاد. اما یه سطح دیگه از مسئله هم هست، یا در یه سطح دیگه مطرح میشه، این که جمهوری اسلامی در پی دست یافتن به سلاح هسته‌ای است و غرب نمیخواد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. هدف‌های دو طرف، یک طرف وقت کشی برای زمان بیشتر، طرف دیگه تلاش برای ممانعت از دست یافتن به بمب اتمی توسط ولایت فقیه، حکومت دینی ایران. خب قاعدتا اگر که زمان لازم و امکانات لازم رو جمهوری اسلامی داشت، با توجه به این مدت زمانی که الان اینا اومدن و مانع شدن از این که جمهوری اسلامی بتونه به هدف نهاییش برسه، میتونه به اون قایتی که میخواد در واقع دست پیدا کنه. و غرب وحشتش از اینه که با توجه به این اختلافاتی که در سطح منطقه خاورمیانه است و این در واقع جنگ بین شیعه و سنی که داره به نوعی شعله ورتر میشه هر روز، چنانچه جمهوری اسلامی به این فرایند دست پیدا کنه و بتونه خودش رو تجهیز کنه، میتونه این قضیه منجر به یک جنگ تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس بشه و همپیمانان آمریکا هم در واقع خواهان این هستن که غرب بهشون این تسلیحات رو بده. و به خاطر همین ما میبینیم که به شدت آمریکا و به خصوص سنا و کنگره آمریکا مخالف این جریانه و مانع از این شده که بتونن یک توافق در واقع خیلی ساده‌ای برقرار بشه. خب ببینید، نکته این هستش، این مذاکرات اتمی سال هاست، بیش از 10 سال ادامه داره. در زمانی که جمهوری اسلامی کارتای تازه‌ای در دست نداشت در روی میز مذاکرات، الان در حال حاضر دستی در اوضاع عراق داره، در حال حاضر دستی در سوریه داره بسیار قوی از بابت تعداد پاسداران و دخالتاشون، الان یمن رو در واقع هواداران یا وابستگان یا گروهی مرتبط هستن با تهران اونجا رو به حکومت تقریبا رسیدن، در لبنان که بود پیشتر و گروهی هم از فلسطینی ها، چندین کارت در دست داره در میز مذاکرات. این یه طرف قضیه. طرف دیگه من صحبت های یکی از مفسران اوضاع خاورمیانه رو اینجا در واشنگتن میشنیدم در یک مصاحبه رادیویی که داشت، یک شخص آمریکایی، ایشون حرفی میزد، حرف قابل تأملی بود، میگفتش که الان ایران با وضعیتی که حکومت اوباما داره، دولت اوباما داره، با سهلنگاری که در سوریه کرد، در مورد عراق کرد، مطمئن شده که تهدیدی از واشنگتن متوجه اون نیست، بنابراین چه مانعی حکومت ایران در سر راه خودش میبینه که به تلاشش برای رسیدن به بمب اتمی ادامه نده؟ فرض ایشون برای این بود که ایران، جمهوری اسلامی در صدر دست یافتن بمب اتمی است. جمهوری اسلامی با این کارتای مذاکرات و این وضعیت دولت اوباما، اگه بخوایم به این کارتا شما اشاره کردیم، بعد یه نکته ای رو در واقع در مورد ایران همگان میدونن، اونم فضای شکننده ایه که در داخل ایران حاکمه.
و خود مقامات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به خاطر مشکلات اقتصادی که الان گریبانگیر مملکت شده و در واقع مردم ایران با اون دارن دست و پنجه نرم میکنن، هر لحظه امکان داره که شورش هایی رو بر اساس اون چیزی که خود وزارت اطلاعات در بولتن های محرمانه ای که تهیه کرده و در اختیار در واقع بیت رهبری و نهادهای زیربط ارائه شده، از این قضیه وحشت دارن و اگر بخوان که الان با توجه به این شرایطی که از هم در خارج بخوان وارد عرصه‌ای بشن که با غرب تقابل کنن و هم در داخل با این بحران مواجه بشن، عملا شاید شیرازه مملکت از هم بپاچه. به خاطر همین هم هستش که ما میبینیم که جمهوری اسلامی به نوعی دست به عصا داره جلو میره تا بتونه وقت لازم و همچنین با مراحلی که داره جلو میره امکانات و پول لازم رو به دست بیاره برای پیشبرد هدفی که در واقع داره. یعنی شما این زمینه و این چشمنداز رو میبینید که غرب شاید روزی متوجه این نکته بشه برای برخورد حتی با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ناچار بشه که به قول معروف اوباما یا با ما یا با اونا با مردمی باشه که برای دموکراسی تلاش میکنن در داخل ایران؟ در هر صورت شعارهایی که غرب و به خصوص آمریکا داره میده و بحث حقوق بشری که داره ازش مطرح میکنه و دفاع میکنه به عنوان یک تئوری در غرب، عملا میتونه این قضیه موثر باشه و همین وحشتیه که آقای خامنه ای ازش داره و همواره در مذاکرات قبل هم عنوان میشد که باید تضمین های امنیتی لازم برای بقای رژیم جمهوری اسلامی از غرب گرفته بشه و این تضمین ها میتونه در همین مذاکراتی هم که در ژنو داره در واقع و در وین داره برگزار میشه مطرح بشه و اینها اون نکاتیه که آقای خامنه ای تا بهش واقف نشه عملا توافقش به نظر من برقرار نمیشه، چون واقعا آقای خامنه ای و تیم ایشون وحشت دارن از اینکه غرب بیاد متمرکز بشه روی همین مشکلاتی که در داخل ایرانه و بسیار شکننده است به خاطر فشارهایی که 35 سال جمهوری اسلامی به اقلیت‌های مذهبی همچنین اقلیت‌های قومی در ایران وارد کرده و اینها الان ما می‌بینیم که حتی وزیر اطلاعات آقای علوی صحبت‌هایی رو کرده در رابطه با اینکه در داخل مناطقی مثل کردستان، خوزستان و بلوچستان عواملی از در واقع داعش رو نفوذ کردن و به خاطر همین تبعیض‌ها و این نقصان‌هایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده میره به اون سمت که شاید همین اقلیت سنی که در داخل ایران هم هستن به نوعی برره جمهوری اسلامی وارد عمل بشن، کما اینکه می‌بینیم در سیستان بلوچستان برخوردهای نظامی هم این اواخر بیشتر شد. آقای حیدری عبید زاکانی معرف حضور شما هست و بسیاری از بینندگان ما و بسیار خوندن در حکایات عبید نکات بسیار جالب توجهی هست، از جمله این که میگه قزوینی، یعنی شخصی از قزوین به جنگ میرفت فریاد میزد علیه دشمن و داد و قال و همین شعارهایی که میدن مرگ بر آمریکا اسرائیل و زمان شوروی شوروی همه اینا داد و قالهایی که دولت مردان جمهوری اسلامی میکنه آقای خمینی خامنه‌ای و بقیه، همزمان با فریاد زدن صدای ناهنجار تاریخی معروف رو از ایشون شنیده میشد، همون که به صدای مشکوک در کار ارزشمند ناصر تقوایی بر اساس رمان پزشکزاد عزیز ایرج پزشکزاد بزرگ شنید. کسی پرسید که آقا چرا فریاد میزنی و بر سر دشمن؟ گفت برای اینکه دشمن بترسد. گفت پس این صدای ناهنجار چیست؟ گفت این از اینی که خودم میترسم. آیا این وضعیت جمهوری اسلامی رو در برابر غرب میشه چون این با این لطیفه عبید به صدا تعبیر کرد؟ شما خیلی زیبا با توجه به این مطلبی که فرمودین وضعیت ایران رو بیان کردین، دقیقا همینجوره. یعنی اگر اخبار دو سه روز گذشته رو هم دقت کرده باشیم میبینیم که صحبتهایی که رئیس قوه قضاییه داره میکنه در خصوص محدود کردن رسانه ها و همچنین در خصوص بستن فضای مجازی و عدم استفاده کاربران از ابزارهایی که الان در تمام دنیا رواج داره مثل وایبر، واتساپ، اینا نکاتیه که جمهوری اسلامی وحشت داره و گسترش اینها در بین جوانان و مردم و اطلاع رسانی و خبر رسانی بین جوانها برای جمهوری اسلامی در واقع بسیار مخربه و به خاطر همینه که ما میبینیم که جمهوری اسلامی در یک فضای شکننده قرار داره که میتونه این وضعیتی که به وجود اومده به خصوص آشفتگی که الان در خاورمیانه است اثرگذار باشه در جمهوری اسلامی و
میبینیم که بعضی از افرادی که به نوعی وابسته به اصلاح طلبان هم هستن، مثل آقای دکتر اسمشون هم فراموش کردم، ایشون الان استاد دانشگاه هستن، آقای زیبا کلام، فرمودن که در واقع برای اینکه به این توافق برسیم ما حتی باید بریم نذر و نیاز کنیم و دعا بخونیم تا بلکه این توافق انجام بشه، بلکه شری از سمت غرب در این وضعیت وانفسا بر مردم ایران در واقع وارد نشه. آقای حیدری عزیز، شما شرکت به جنگ شیعه و سنی به نظر میرسه پیش از برآمدن داعش حتی و پیش از اینکه حوثی‌ها در یمن قدرت رو در دست بگیرن صحبت‌هایی بود، پیشبینی‌هایی میشد از طرف خیلی‌ها که سکانس یا مرحله بعدی یا فصل بعدی این سینمای پر از بزن بزن خاورمیانه همین خواهد بود. تلیعه چون این چیزی رو ما در وضعیت خاورمیانه داریم میبینیم. به نظر شما با شواهدی که دارید جمهوری اسلامی تمایلی به برافروختن چون این جنگی داره یا نه از عوامل بازدارنده خواهد بود که قطعا دنبال کردین؟ سعود الفیصل گفت روز گذشته، وزیر خارجه عربستان، که جمهوری اسلامی میتونه سهیم بشه در حل مشکلات به شرطی که از سوریه و عراق و یمن بره بیرون و خودش دیگه بخشی از مشکل نباشه، بیاد و بخشی از راه حل باشه. تفسیر شما رو میشه؟ خب جمهوری اسلامی عملا خودش برخی از این بحران‌ها رو ایجاد کرده تا بتونه از این بحران‌ها به نفع خودش برای بقای خودش استفاده کنه و دخالت‌هایی که در سوریه، لبنان، یمن، بحرین و عراق داره انجام میده و حتی در عراق، در افغانستان، اینها نکاتیه که به این راحتی جمهوری اسلامی از اینها دست بر نمی‌داره و حتی به قول دوستان ما اگر توافقی هم بخواد با غرب صورت بگیره باید تمام مراحل و تمام زوایا رو جمهوری اسلامی بپذیره و یکی از این مراحل همین نکاتیه که همپیمانان آمریکا مطرح میکنه، یعنی عدم دخالت جمهوری اسلامی در مسائل داخلی کشورهای همسایه و کشورهای خاورمیانه، که خب قاعدتا جمهوری اسلامی زیر بار این قضیه نمیره و ما می‌بینیم که به حتی در عراق و سوریه و لبنان داره دخالت میکنه. اخیراً آقای شمخانی به لبنان رفته و مطرح کرده ارسال اسلحه رو به صورت علنی برای حزب الله که به عنوان یک نیروی تروریستی هست رو در واقع اینها به صورت علنی دارن ارسال میکنن، یا در راه حوثی ها در یمن و شیعیان در بحرین و حتی در امور داخلی خود عربستان هم به نوع اینها دارن دخالت میکنن و شیعیان اونجا رو دارن تحریک میکنن. این نکاتیه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه این مسائل اگر تموم بشه و بخواد در واقع جمهوری اسلامی به ثباتی برسه برای داخل کشور، خب قاعدتاً با اون ایدئولوژی که داره برای صدور انقلاب منافات داره و این تندروهایی که به نوعی دنبال این جریانات هستن از این کاری که دارن بیکار خواهند شد و به خاطر همین هم ما میبینیم آقای خامنه ای عملا این اجازه رو نمیده و سپاه قدس و سایر نیروها رو مجهز کردن که در این امور دخالت کنن و صدای تمام کشورهای منطقه رو هم در آورد. آقای حیدری، اگه مسئولان جمهوری اسلامی از جمله همین شمخانی که اس بردید و یا بقیهشون هر کدومشون بیان و این مسئله رو بگن آقا جان ما در کشورهایی که شما اس بردید مثل بحرین، مثل لبنان، مثل یمن، مثل عراق، اینها داریم به خاطر حمایت از شیعیان اونجا هست داریم تلاش میکنیم، این دخالت در امور داخلی اون کشورها نیست، بسیار سالها بوده که شیعیان در اونجا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی زیر فشار بودن، الان ما یه حکومت شیعه هستیم در ایران و ایران هم کشور بسیار مهمی است بدون هیچ تردید، دوست و دشمن اینو تایید میکنه، از کنم خودمان رو داریم حمایت میکنیم. حالا اگر به سوریه هم رفتیم در اونجا یه اقدامات میکنیم داستانش جداست، ولی اینجا هدف ما این هست. شما چه خواهید گفت؟ خب قاعدتا اگر بخوایم به این قضیه به این گونه نگاه کنیم، کشورهای همسایه ایران هم مثل عربستان خواهان این هستن که به اقلیت سنی که در داخل ایران هستن کمک کنن و این قضیه مثال معروفی داره که کسی که در خانه شیشه نشسته به سوی دیگران سنگ پرده میکنه و جمهوری اسلامی این حکایت رو داره و عملا ما میبینیم که اگر بخواد با همین رویه پیش بره و با همین ایدئولوژی که داره و میخواد در واقع اون مطلب صدور انقلاب رو دنبال کنه، قاعدتا کشورهای عربی منطقه که میتونن از اقلیت
اقلیت‌های سنی در داخل ایران حمایت کنن، میتونن اونها هم با ارسال اسلحه و پول و امکاناتی که دارن همین قائله ای که الان در سوریه به وجود اومده در داخل ایران هم به وجود بیارن، با توجه به همین ضعفی که در منطقه و در داخل ایران ما داریم که میبینیم جمهوری اسلامی به اقلیت‌های مذهبی داخل ایران به خصوص سنی ها حتی اجازه دادن یک مسجد در داخل تهران رو نمیده و حتی اونها نمیتونن یک نماز جمعه در داخل تهران داشته باشن یا در شهرهایی که در واقع میتونن سنی ها اونجا حضور داشته باشن. اینه که در آینده اگر بخواد جمهوری اسلامی با همین روند پیش بره، من فکر میکنم که کشورهای منطقه هم در جهت این پیش میان که بخوان همون بازی رو با خود جمهوری اسلامی انجام بدن و در نهایت به ضرر تمامیت ارضی ایران تموم خواهد شد. آقای حیدری عزیز، پس شما چشم‌انداز جنگ شیعه و سنی در منطقه رو بعید نمیدونید؟ من و دوستانم اعتقاد داریم این اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و حمایت‌هایی که داره از گروه‌های شیعه در منطقه میکنه و به دنبال این هستش که این هلال شیعه رو تقویت کنه و مقابل جریان‌هایی که میخوان به نوعی در منطقه دموکراسی رو برقرار کنن میسته، در نهایت منجر به این میشه که این واقعه الان که حضور داره و در واقع داره انجام میشه و شدتش بیشتر خواهد شد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عملاً از ابتدای حضورش در منطقه به دنبال این بوده که فعالیت‌های خودش رو گسترش بده و از شیعیانی که در لبنان، سوریه و عراق هستن حمایت کنه و می‌بینیم در یمن هم همین کارو داره انجام میده و در بحرین و این قاعدتاً کشورهای عربی که در منطقه هم هستن ساکت نخواهند نشست و ما می‌بینیم علی‌رغم ملاقاتی که وزیر خارجه عربستان با آقای ظریف در نیویورک داشتن و قول همکاری با همدیگر رو داشتن برای اینکه مسائل خودشونو برطرف کنن، می‌بینیم که از این مدت نگذشته الان این اظهارات وزیر خارجه عربستان نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی خودش بحران سازه و خودش داره در واقع این جریانات رو هدایت میکنه و باید باهاش برخورد کنه. و اگر این گونه بخوایم به جلو بریم، خب قاعدتا اینها از آمریکا و غرب هم تمایل دارن که کمک بگیرن به عنوان همپیمانانشون. خب قاعدتا جمهوری اسلامی در این قضیه ضرر خواهد کرد و میتونه به کشور ایران آسیب برسونه. اشاره کردید آقای حیدری به دموکراسی. جمهوری اسلامی میخواد نوعی دموکراسی در اونجا برقرار کنه در این کشورها؟ نه دموکراسی، جمهوری اسلامی به دنبال اینه که در واقع منافع خودش رو از طریق اقلیت‌های شیعه‌ای که در اون کشور هستن به دست بیاره و بتونه در اونجا پایگاه خودش رو داشته باشه و به این طریق بتونه در معادلات منطقه‌ای شرکت کنه و بتونه به امتیازات لازم رو بگیره و عملاً مانع از این بشه که کشورهای غربی یا در واقع کشورهای عربی در داخل ایران بخوان نفوذ کنن و بخوان همون مطلبی رو که خدمتتون چند دقیقه پیش گفتم از این اقلیت‌های مذهبی که در داخل ایران هستن بر علیه جمهوری اسلامی استفاده کنن. اینه که ما میبینیم هر روز داره قدرت خودش و تجهیزات خودش رو به داخل کشورهای همسایه گسیل میداره و نیروهای نظامیش اونجا مستقر میکنه تحت عنوان کارشناس و مستشار و اینها در واقع کاری نمیکنن جز این که نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی رو دارن تقویت میکنن و باعث میشه که در واقع تضاد منافع به وجود بیاد بین کشورهای همسایه جمهوری اسلامی و در واقع ایران و میتونه میگم باعث بحرانی بشه که عملا یک پارچگی ایران رو به خطر بندازه. خب ببینید، این مسیر رو رفتن در مورد کشورهای عرب، حمایت از گروهای شیعه و علیه حکومت‌های این کشورها و ایران رو به این جایی که شما اشاره کردین رسوندن، و از طرف دیگر برنامه اتمی جمهوری اسلامی که به هر حال 24 نوامبر ظاهرا دیگه آخرین دور مذاکرات خواهد بود. گفته شده که واشنگتن میگه که باید تا اون زمان تموم شده باشه و هیچ تمدیدی در میان نخواهد بود. اشاره کردن، البته باز قابل اعتماد نیست، ممکنه بنابر مصالحی دوباره این تمدید بشه این تاریخ. هر دو سر به نحوی ایران رو درگیر یک بحرانهایی کردن هست، چونه نیست؟ در هر صورت وضعیت ایران بسیار شکننده است به خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی و اجتماعی که جمهوری اسلامی باهاش یا دست به گریبان است. مردم ایران رو زیر فشار خودش نگه داشته و ایجاد رعب و وحشتی که در داخل کرده به دنبال این هستش که بتونه از این فرایندهای خارجی که فرای مرزهای خودش هست بهره لازم رو ببره و بتونه از این برگهایی که شما برشمردین استفاده کنه و بلکه
یک بخشی از اون که همین مسئله هسته‌ای هست رو بتونه به نوعی به نفع خودش با همین استراتژی برد برد به انتها برسونه تا زمان لازم و امکانات لازم رو به دست میاره برای پیشبرد بقیه اهدافش. چون جمهوری اسلامی در نهایت نیروهایی رو که الان به سوریه یا به عراق گسیل داشته نیاز به امکانات مالی داره، یا همین حوثی‌هایی که در یمن هستن احتیاج به منابع مالی دارن. اینه که جمهوری اسلامی با توجه به کاهش قیمت نفت در واقع بازار منجر شده که منابع مالیش کاهش پیدا کنه و بیم این میره که در واقع هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی به ضعف مبتلا بشه. و لذا ما میبینیم که برای رسیدن به توافق جمهوری اسلامی علارغم برگهایی که شما برشمردین نیاز مبرم داره، با توجه به اینکه میدونه غرب هم به این نیاز در واقع واقف، یعنی به مرحله ممکنه برسه که کارتهای سوخته ای در دست خواهد داشت و زیان آور. بله دقیقا به همین سمت و سو داره میره، برای اینکه در نهایت نیروهای ائتلافی که آمریکا جمع کرده و با توجه به فشاری که ترکیه داره وارد میکنه که باید رژیم اسد بره، جمهوری اسلامی اگر بخواد بیش از اندازه وقت کشی کنه برای این مذاکرات قاعدتا خودش با بحرانهای جدیدی مواجه خواهد شد، به خصوص در داخل کشور و وضعیت ناهنجاری که مردم ایران باهاش مبتلا است. بله جالبه، دو کنفرانس برگزار شده که در قاهره کنفرانس بازسازی غزه که اشاره بکنیم گفته شده بیش از 2 میلیارد دلار حماس خسارت به بار آورده، جنگ حماس و اسرائیل به اون نمیپردازیم، اما در این کنفرانس بسیار کشورها بودن، غرب و شرق و کشورهای خاورمیانه، ایران نبود. کنفرانس دیگه روز گذشته در اینجا بود در مریلند، فرماندهان نظامی و فرماندهان نظامی آمریکا هم از کشورهای دیگه اومده بودند در ارتباط با داعش، مبارزه با داعش، یک استراتژی، یک طرح مشترک بریزن. باز ایران نیست، به هر حال حکومت دینی الان ایران رو نمایندگی میکنه در نشستهایی که مربوط به منطقه و بین المللی هست. این رو شما چطور تعبیر میکنید؟ در اصل نیروهایی که در منطقه هستند و به خصوص حضور آمریکا و نیروهای ائتلاف در جهت این هستش که بتونن این گروه اسلام رادیکالی که در منطقه داره به وجود میاد و خونسا کنن. و خب از طرفی هم ما میبینیم که برخی از کشورها مثل ترکیه به دنبال این هستن که از این شرایط به نفع خودشون برای استقرار اون استراتژی که دارن استفاده کنن و امکانات لازم رو برای هدایت اون نقطه نظراتی که تحت عنوان اسلامی که در واقع آقای اردوغان داره ارائه میده مهیا بشه. اینه که ما باید چشمانداز این اتفاقات آینده میتونه در نهایت به ضرر نقش جمهوری اسلامی در منطقه باشه اگر بخواد بر روی زیادی خواهی های خودش در این مذاکرات اتمی پافشاری بیشتری بده. البته صحبت درباره این انواع و اقسام اسلامی که در منطقه جاری هست، حتی در ترکیه بسیار هست، من شمردم دست کم 26 نوع اسلام یا برداشت از اسلام هر چه که هست در منطقه جاری است، ولی بسیاری معتقد هستند که همه این انواع و اقسام اسلام ها در پی انقلاب اسلامی بیدار شد، اونچه که بیداری نامیده شد میبخشید، و در منطقه به راه افتاد. این گروه های تروریستی انواع و اقسام مانند سلولی تعبیر شدند که به اصطلاح یا ویروسی که شرایط مناسب برای رشدشون فراهم شد با انقلاب اسلامی در ایران، و حتی حکومت دولت ترکیه که اون هم حد زمان دستش رسیده از این انواع و اقسام اسلامی ها هم جدا نبوده در کشتن و زدن. نمونهش روز گذشته حملات به مناطق کردنشین بوده، بمباران مناطق کرد ترکیه به جای دفاع از کردهای کوبانی که زیر آتش داعش قرار. تفسیر شما رو میشنم کوتاه که بیداری اسلامی آنچه که آقای علی اکبر ولایتی آقای خامنه‌ای مینامند همین نیست که میبینیم در منطقه؟ خب قاعدتا از این مسئله اسلام تمام این کشورهایی که در منطقه خاورمیانه هستن آنگونه که خودشون میخوان برای منافع خودشون در واقع دارن تعبیر میکنن و استفاده میکنن و باعث بروز این بحران در منطقه شدن. و این مشکلی که تحت عنوان داعش الان دامنگیر جامعه جهانی شده، همین مطلب توسط هم پیمانان خود آمریکا، جمهوری اسلامی، سوریه و در واقع ترکیه به وجود اومده که حال اگر آمریکا بخواد با این شرایط در واقع با منطقه و
این داعش مواجه شده به این گونه عمل کنه که فقط به بمباران هوایی بر مواضع داعش در واقع اقدام کنه، عملا راه به جایی نخواهند بود و همین کنفرانسی هم که الان شما گفتین در آمریکا برگزار شده، عملا به دنبال این هستن که بلکه بتونن آقای اوباما رو متقاعد کنن که پای نیروهای نظامی آمریکا و پیاده نظام آمریکا هم در منطقه وارد بشه تا بتونن با این رادیکالیسم اسلامی در واقع آمریکا مقتدرانه تر برخورد. سپاسگزار هستیم آقای حیدری گرامی، با سپاس بسیار از شما و با امید به اینکه در آینده نیز با ما و میهمانان ما باشید و موضوعات روز در آینده. ممنونم، موفق باشید. با سپاسی دوباره در همون حوالی اسکاندیناوی خواهیم بود، از اسلو به استکهلم میریم با آقای فریده صابری خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. در استکهلم آقای فرید صابری با من و شما هستند، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما فرید عزیز. سلام جناب شالنگی، خدمت شما، خدمت بینندگان و شنوندگان شما و همکاران شما. اشاره آقای صابری به شنوندگان رادیویی هستند که همزمان میتونن صدای ما رو بشنوند از طریق امواج رادیویی، همزمان با تصویر. فرد عزیز، حرف من این بود، پرسش من این بود، از آقای حیدری در نیمه نخست بودن، از شما نیز، این که آینده این مذاکرات ظاهراً تا 24 نوامبر باید به نتیجه برسه، اونطور که آمریکایی ها در اینجا در واشنگتن مقامات آمریکایی نیست توقع دارن و به اروپایی ها هم. شما چه میبینید این مذاکرات اتمی جاری در وین رو؟ جناب شاهنگی، ما قبلا هم سر این مسئله با هم دیگه صحبت کردیم. من فکر نمی کنم که 24 نوامبر روز پایانی مذاکره هست به نتیجه برسم، بلکه جمهوری اسلامی سعی داره که عقب بندازه، به وقت بخره. از روز اول هم مشخص بود که جمهوری اسلامی دائم در حال عقب انداختن این مسئله هستش، فقط به خاطر این در بعضی جاها مثبت رفتار میکنه، به خاطر این که بایکوتا رو بردارن و مقداری از بایکوتا رو موفق شدن برداشتن، ولی متاسفانه من فکر نمی کنم که به موفقیتی دست پیدا بکنه این مذاکرات. همینجوری که دیدین از ساعتی پیش مذاکرات شروع شده و در حال مذاکره کردن هستن و قبل از مذاکره دیدیم که آقای عراقچی هم باز هم به صحبت از این به میان آورد که نمی‌رسیم، وقت کوتاست، ولی آمریکایی‌ها به 5+1 محکم وایستادن که این آخرین وقتیه که جمهوری اسلامی داره برای مذاکره. ببینید، من این حرف رو در نیمه نخستم زدم، نظر شما رو میخواستم بپرسم. یک مفسر آمریکایی در اینجا در گفتگویی که با NPR داشت، رادیو سراسری آمریکا هستش، حرفی رو زد، گفتش که در حال حاضر وضعیت منطقه اینطور هست، عراق هست، سوریه هست، یمن هست و مناطق دیگه‌ای که درگیری‌ها هست، لیبی و و و و سیاست دولت اوباما هم در مورد این مسائل دیده شد. به هر حال بالا پایین این سیاست خوب بعدش هر چی که بوده، حرف ایشون این بود که الان جمهوری اسلامی مطمئن هست که آمریکا و طبعا متحدانش هیچ اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی نخواهند کرد، به همین دلیل هیچ مانعی وجود نداره، بر سر راه خودش نمیبینه برای ادامه تلاشهاش جهت دستیافتن به بمب اتمی. فرض ایشون بر این بوده که حکومت ایران در صدد دست یافتن به بمب اتمیه. این تبصره رو هم اضافه کنم که طبعا اقدامات عملی که سابقا صحبتش میکردن، همیشه میگفتن که به سه گزینه نظامی هم بر سر میز هست، چیزی که البته تمام ایرانیان باش مخالف هستن، هم از مخالفان حکومت بسیاریشون با هر گونه حمله نظامی به ایران. به هر حال میگه دیگه مانعی عملا جمهوری اسلامی بر سر راه خودش نمیبینه. تفسیر شما رو میشنویم. جناب شارنگی، ببینید، جمهوری اسلامی سعی کرد در این مناقشات هسته‌ای سعی کرد همیشه
معامله رو سر این مسئله بیاره، سر مسئله عراق، سر مسئله سوریه بیاره. ولی خوب آمریکا و غربی ها قبول نکردن این مسئله رو که مسئله هسته‌ای رو با مسئله سوریه و مسئله عراق قاطی بکنن. ولی جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش کرد سر این مسئله که بتونه بیاد معامله رو روی این مسئله بذاره، یعنی با این گزینه رفت جلو که ما حاضریم کمک بکنیم با آمریکا سر مسئله داعش، ولی مسئله هسته‌ای رو عقب بندازن و به نوعی حل بکنن اینا. ولی غرب حاضر به این مسئله نشد. امروز هم شما داره نگاه میکنید جمهوری اسلامی مجددا داره سر این مسئله فشار میاره و داره سر این مسئله صحبت میکنه که ما حاضریم که با سر مسئله داعش کمک بکنیم. ولی از طرف دیگه شما دیدین که آقای والتر اشتماعر وزیر امور خارجه آلمان با همتای خودش وزیر امور خارجه عربستان سعودی صحبت کرد، بدیدین که اونجا محکم گفتن که احتیاجی به مسئله ایران وجود نداره به خاطر اینکه همتای عربشون هستن و میتونن سر این مسئله داعش کمک بکنن. جمهوری اسلامی سال هاست که سر این مسئله تلاش میکنه، مخصوصا از زمان سرکار آمدن آقای روحانی تمام تلاش خودش کرد که مسئله اتمی رو به موازی قرار بده با مسئله اصلی دیگر رو بیاره جلو، یعنی مسئله سوریه، مسئله عراق، مسئله افغانستان و و و و و کلی مسائل دیگه، مثل مسئله فلسطین و اسرائیل و همیشه یک مسئله داشته که بیاره به مسئله هسته‌ای رو جانبی قرار بده اینا. ولی این بار من فکر نکنم جناب چالنگی که بتونه جمهوری اسلامی از این قصر در بره از این مسئله، به دلیل اینکه 5+1 و جامعه بین المللی محکم سر این مسئله وایستادن که جمهوری اسلامی باید تصمیمات خودش بگیره و بگذاره که این مسئله اتمی برای یک بارم که شده مسئله حل بشه. خب فراد عزیز من، عزیز ما، سالیان سال بیش از 40 سال هست فراد در خارج از ایران هستید شما. با عزیز شما. اما دلبستگیش به ایران، سرزمین مادری خود، سرزمین پدری خود، سرزمینش، زادگاهش ایران آنچنان زیاد هست و بوده طی این سالا زمینه همه فعالیت ها و کارهاش در کنار کارهای موفقی که در عرصه غیر ایرانی داشته که همچنان لهجه شیرینش شمالی گیلک او فرد عزیز در این لحظاتی که صحبت میکرد من رو غافل کرد و به مناطق زیبای شمال ایران، مردمان نازنین ایران در شمال کشور بود، سرزمین آشورپور، سرزمین جفرودی، ناصر مسعودی، از هنرمندان بسیار بسیار زیاد اگر من اسامی در دسترس ذهنم نیست و مردمان نازنین خطه شما. از این بابت هم سپاسگزار هستیم فرد عزیز. اما پرسش ما دلت هم حتما تنگ میشه فرد عزیز برای همون منطقه. 100% جناب شرنگی، خوب به جای کشوری که شهری که در اونجا متولد شدم در گیلان در رشت و مسلما به هر روزم سعی میکنم تماس من اونقدر در عرض این 39 سال 40 سالی که خارج از کشور هستم سعی کردم که تماس من قطع نکنم و معمولا هم تماس دارم روزانه، هم از اوضاع آب و هوای اونجا، هم از اوضاع کل گیلان به هر حال روزانه در جستجو هستم در خبرها و اینا. ایران سرزمین زبانها و لهجه های مختلف شیرین که در مجموع رنگین کمان اقوام و لهجه ها و زبان های ایرانی رو تشکیل میده دوچار بحرانه. در همسایگی ایران همه دوچار بحران هستند. عراق، جنوب خلیج فارس نگرانی ها رو به افزایش است. در شرق ایران، در افغانستان و پاکستان خب میدونیم نارامی ها هست و همینطور دورتر که میریم در سوریه و لبنان و جاهای دیگه. بسیاری معتقد هستن فرد عزیز که این بیداری اسلامی که در تهران خونده میشه، این موج اسلام سیاسی که بیش از 26 فرقه در حال حاضر سلاح در دست و قاضی شرع خودشون در کنار در منطقه در حال کشتار هستن، این سبب اصلیش در دوره معاصر انقلاب اسلامی بود. تفسیر شما رو میشنم.
کاملا درسته جناب شارنگی. ببینید انقلاب اسلامی، من تو جاهای مختلف هم تو همین چند روز پیش صحبت شد، بین دوستای سوئدی من صحبت کردم، یعنی داعش مال دیروز و سال پیش و دو سال پیش نیست، بلکه داعش از سال 1979 1357 تو کشور ما شروع شد. بعد چند روزی بعد از انقلاب پا به عرصه گذاشت، کشتن ایرانیان، جوانان کشور ما شروع شد. بعد شروع کردن به بمبگذاری تو کشورهای مختلف، بدنام کردن ایران، ایران که جایگاه بسیار بسزایی در جامعه بین‌المللی داشت، ایران را در پایین سطح خودشون، در پایین ترین سطح خودش آوردن پایین و ایران متاسفانه امروز کشوری نیست که نام خوبی در دنیا ازش گفته بشه. همونطور که میدونید این افکار داعشی در جمهوری اسلامی بوده. شما روز همون اوایل انقلاب دیدین که اینا با کشتن افسران ارشد ایران، بعد از اون به کشتن کردها در کردستان ایران، بعد از اون کشتن بسیاری از جوانان ما زیر نام مجاهد، زیر نام چریک، زیر نام نمیدونم سلطنت طلب، اینها کشتن. متاسفانه داعش از کشور ایران شروع شد و امروز هم میبینی که داعش های دیگری در اینجا و اونجای اون خاورمیانه داره میان بالا. بله، خب این اعتقاد هست در بین بسیاری از مفسرین، کسانی که اوضاع منطقه رو به دقت دنبال میکنن، که حرکت انقلاب اسلامی در ایران و به کرسی نشستن روحانیت شیعه در ایران به وجود آورنده اعتماد به نفس بود در میان کسانی که به دنبال اهدافی بودن از طریق آموزه های اسلامی. و همین دلیل هست که شما در اول انقلاب، یعنی در از تشابهاتی که میارن اول انقلاب، ما میبینیم اطراف روحانیت شیعه مهندسین، دکترهای که در حد دانشگاهی دارای تحصیلات هستن، از دکتر ابراهیم یزدی گرفته که در مقام دادستان میشینه و در کنار خلخالی ناظر اعدام هستن و حکم اعدام هایی که صادر میشه اول انقلاب از آقای دکتر ابراهیم یزدی گرفته تا انواع و اقسام درجه های عالی دانشگاهی که آمده بودند، آقای معین و بقیه که گفتن نداره. الان هم در کنار داعش افرادی هستن دانشگاه ها رو، دوره های دانشگاهی عالی رو تموم کردن، مثل همین ابو محمد النجدی که مهندس نفت هست، این مهندسینی که آمده بودن و حتی در روزهای اول پاسدار بودن و در روزهای بعد در کنار دادگاه های انقلاب سمت هایی داشتن. ایشون هم مهندس بود و مهندس نفت مشغول هم بوده و بعد اومده، و مهندس معروف شهرسازی آقای عطا که از طراحان حمله 11 سپتامبر بود، عملیات محمد عطا، تحصیلاتش هم در آلمان گذرونده بود، از طراحان عملیات تروریستی 11 سپتامبر. سخن بسیاره در این زمینه تشابه و ریشه پیدایش اسلام سیاسی مسلح به خنجر و مسلسل در منطقه. آقای فرد عزیز، ببینید یک انتقادم به غرب وارد از سوی بسیاری که تعلل میکنه در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی، یعنی هم میدونه منابع تأمین برنامه اتمی جمهوری اسلامی کجاست، هم راه های پیشگیریش میتونه وجود داشته باشه، اما سیاست های در کار شاید باشه به گفته بسیاری. تا چند اندازه درسته، وگرنه این مسئله چرا این همه سال طول کشید؟ جناب چرنگی، چند روز پیش ما یه صحبتی داشتیم با دوستان خودمون در سوئد سر مسئله همین داعش و مسئله منطقه. ببینیم منطقه در حال عوض شدنه، به عوض شدن منطقه از دیروز یا سال پیش شروع نشده، بلکه از 10 سال پیش شروع شده به عوض کردن منطقه، یعنی خطکشی هایی که 100 سال پیش اینا کردن، کشورهایی مثل کویت، کشور مثل اردن و هاشمی و به وجود اومدن تو منطقه، اینها در حال اون خطکشی ها داره از بین میره، خطکشی جدیدی داره میاد. و امروز به خاطر همینی که داعش ها
امروز اومدن سر کار و این کار هستش. به خاطر این کار شما تنها چیزی که احتیاج دارین به یک ایران قوی احتیاج دارین اگر میخواین خط‌کشی درست اون منطقه بکنیم. با رژیم جمهوری اسلامی نمیشه. ما اینی که ما به دوستان پارلمانی خودمون، به اتحادیه اروپا، با آمریکا بارها این مسئله رو متذکر شدیم که آقا با جمهوری اسلامی نمیشه. تنها چیزی که میتونه اون منطقه رو به ثبات برسونه و اگر هم خطکشی میخواد بشه، یه خطکشی درستی بشه که همه منافع همه تامین بشه، اینی که شما یک نظام درست در داخل ایران داشته باشین. ایران از لحاظ صلح‌جویی آیه چارنگی کشور بزرگی است و کشور مهمی است در دنیا، هم از لحاظ اکونومی و هم از لحاظ صلح‌جویی. اینی که غرب اینو بهتر از من شما میدونیم اینا، ولی متاسفانه این مشکلات هست به خاطر دعواهای درون حزبی کشورهای مختلف. اینه که عده زیادی هی تعلل میکنن سر مسئله جمهوری اسلامی و سعی میکنن که با جمهوری اسلامی طوری کنار بیان. البته من توضیح بدم، این تعریف اهمیت ایران از نظر صلح‌جویی بیشتر در زمان وجود شوروی بود. آیا این تعریف باید باز تعریف بشه با فروپاشی شوروی و آمدن حکومت دینی در ایران و آمدن روس‌ها به آن سوی مرزهای پیشین که با غرب داشت دستیابی به خلیج فارس و آن سوی خلیج فارس، بازار تسلیحاتی که در جنوب خلیج فارس هست و آمدن چینی‌ها؟ آیا این هم... بله بفرمایید. جناب چرنگی، همین چند دیروز بود یا پریروز بود من مصاحبه دیدم که آقای کیسینجر کردن با یه تلویزیون آمریکایی و اونجا متشکر شدم. مردم ایران مردم غرب ستیزی نیستن در منطقه و مردمی نیستن که بتونن به طرف شرق یعنی به طرف روسیه برن. درست روسیه از همسایگان ماست، ولی تاریخ ما نشون داده مردم هیچ موقع طرف روسیه نرفتن. به مدت کوتاهی در تاریخ ما به طرف روسیه رفتیم و بلافاصله برگشت کرد. این به خاطر همینه که درسته که جمهوری اسلامی سعی میکنه با لاس زدن با روسیه و بدبستونا با روسیه به خاطر اینکه از غرب بتونه هی باج بگیره اینها، ولی باز هم نمیتونیم ما این مسئله بگیم که ایران با اینی که روسیه بغل ما هست بس ما از لحاظ صلح‌جویی اون مسئله دو قدرت بزرگ یعنی شوروی از بین رفته و مسئله صلح‌جویی ایران حل شده. نه، ایران از لحاظ صلح‌جویی اگه تو نقشه‌ام نگاه بکنید در بالا قرار گرفته به کشورهای دیگر در پایین. این یکی از مهمترین مسئله است که ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه است. از لحاظ اکونومی هم همینجوری آقای چالنگیست، بخاطر اینکه بزرگترین کشور ایران در اون منطقه هم از لحاظ جمعیتی هم از لحاظ ارضی بزرگترین کشور در منطقه حساب میشه. بله، از نظر ارضی خوبیه، مقداری عربستان احتمالا هم ارضه یا هم طول. عرض کنم خدمت شما آقای تفرد عزیز، به این نکته حتما خواهیم پرداخت در برنامه‌های آینده که ایران همیشه روابط دوستانه‌ای داشته، سعی کرده مردمان ایران که با کسی سر جنگ هیچ وقت نداشتن، اما در پیش از انقلاب ایران با شوروی هم روابط دوستانه‌ای داشت به مرور و تعادلی بود در روابطش با غرب و همچنان قطعا هیچ ایرانی هم خواستار این نیست که با همسایه مثل روسیه روابط دشمنانه‌ای داشته باشه. اما در چه جهت و چه مصلحتی؟ من کاملا با شما موافقم. در این مسئله هر دو ملت و هر دو کشور به حال سپاسگزار هستیم. فرد عزیز، با سپاس بسیار از شما که با ما و بینندگان ما بودین، امیدواریم در برنامه‌های آینده نیز با تفسیر خبر و بینندگان تفسیر خبر باشید. با سپاس. متشکرم جناب چلنگی، این وقتی که با من دارید. در دقایق پایانی برنامه به چند خبر خواهیم پرداخت. تا لحظاتی دیگر. در اینجا مایل هستم چند خبر روز رو با شما سهیم بشیم، شریک بشیم، برای شما بازخوانی بکنم. اینکه این آقای
پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. از چه بابت؟ نه از بابت اینکه عدالت اجرا نمیشه یا میشه یا هر چی که هست، از بابت اینکه نگرانی مبادا پولهای آقای بابک زنجانی به کشور باز نگرده. به کجا بازگرده؟ خب حسابهای دیگری است از حسابهای بابک زنجانی به جاهای دیگر. نکته خبر دیگه‌ای که داریم که در واقع شهرداری تهران به یک ابتکار جدید دست زده، به جای تأمین آب آشامیدنی مردم تهران که من یک پیشنهاد همینجا دارم، مردم با کمبود آب روبرو هستن. هر انسان برآوردهایی که شده به طور طبیعی 1000 متر مکعب در سال آب مصرف میکنه. الان شما ببینید همین روحانیونی که وجود دارن، آدم هایی که در دستگاه هستن، تمامی کسانی که نماز خوان هستن، خب آب مصرف میکنن، باید هم وضو میخوان بگیر. آیا نمیشه فتوا داد بهترین موقع است برای استفاده از این فرمول اهمیت تیمم برای تامین آب آشامیدنی مردم فعلا تا اطلاع ثانوی به جای مصرف آب در وضو تیمم بکنن؟ من فکر میکنم خداوند نیز راضی خواهد بود. برای شهرداری تهران به جای تامین آب برای مردم اعلام کرده که پرچم عزاداری محرم بر در منازل به طور مجانی نصب میشه. طی همه این سالها مردم شیعیان اگر عزاداری میکردن، خب حالا بیرقی داشتن یا نداشتن، اون به جای خود، حالا ابتکار شهرداری تهران است. یک خبر بسیار غم‌انگیز هست که یک شهروند تهرانی، سرهنگ بازنشسته شهربانی ایران، در پی هجوم لشکریان ولایت بر ماهواره‌ها، یعنی آنتن ماهواره‌ای که بر پشت ما داشته و درگیری که پیش اومده، سکته کرد. و بعد خبر این هستش که ماموران انتظامی حاضر در محل ابتدا خندیدن و بعد محل رو ترک کردن. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ولایت فقیه آمده در یک نشستی که ظاهرا شورای امنیت یا هر چه که هست امنیت جمهوری اسلامی، صحبتایی کرده راجع به همین حملات بر پشتبان ها آنتن‌های ماهواره‌ای. توضیح داده که آقا گفتن که اینجا زمین مشاع هست، با منطقه مشاع هست، ولی رفتن نه، این مشاع برای افراد. توضیحات ملایی که داده میشه برای مسائل فقهی و اینها. شما رئیس دولت هستید، فکری به حال این مسئله بکنید. در عمل اینها نیروهایی هستن برای زیر نظر دولت هستن، دولت جمهوری اسلامی، و با این مسائل فقهی آیا جلودار حملات به پشتبام های مردم، حریم خصوصی مردم هستید؟ 35 سال تمام هست که چنین هست. به هر حال این چند خبر بود و خبرهای دیگه که امیدواریم در بخشهای خبری ایران فردا حتما میشنوید. و اما میتونید با فیسبوک من، نشانی که روی صفحه تلویزیون میبینید، در تماس باشید. همینجا سپاسگزاری میکنم از آقای خسرو فرهادی، فریبا مهر، کارو کریمی، آریا سپهوند، زهرا یحیایی، سعید آقایی، خانم آزاده، شاهین عرشی، پروتست ایرانی و بسیاری دیگه‌ای که برای من پیام دادن از طریق فیسبوک، ویدیو فرستادن و منتظر پیام ها و ویدیوهای شما عزیزان هستیم با نشانی که روی صفحه تلویزیون مشاهده میکنید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر برای شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسواری و کوساران، دراگ، زگرس، دلهو و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.